بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. دروز ديگر مصادف هست با ميلاد مبارك حضرت رضا سلام الله عليه، لذا چند کلمه ای راجع به آن حضرت علیه الصلاة والسلام صحبت میشه. یکی از چیزهای مشکل و سخت برای هر انسان این است که در حالات مختلفه توازن خودش را حفظ کنه. واضح است که هر انسانی در طول زندگی خودش شاهد پستی و بلندی های زیادی هست. هر انسانی میخواد باشه. خیلی از افراد هستند که در این حالات توازن خودشون را از دست میدن، نمیتوانند که اونجوری که باید و شاید در این حالات مختلفه باشند. یک روزی من خودم سوار تاکسی بودم در سوریه، با راننده صحبت کردم. معلوم شد که ضمن صحبتاش که یک شخصی بوده که پولدار بوده، یک زمانی از تجار بوده، لکن به سبب بعضی پیش آمده ها پولش را از دست داده بود و مدتی هم زندان افتاده بود. بعدم که از زندان آزاد شده بود، خب مشغول کار رو همین تاکسی شده بود. تاکسی هم ملک یه شخص دیگری بود، به عنوان کارگر در این تاکسی کار میکرد. به من گفت که خدای تبارک و تعالی پول را از من گرفت، با پول هم همه چیز را از من گرفت. گفتم یعنی چی با پول همه چیز را از تو گرفت؟ گفت یعنی دین و ایمان را هم با این پول از من گرفت. پول از من گرفت، دین و ایمان را هم از من گرفت. گفتم یعنی الان نماز نمیخونی؟ گفت نه. گفتم روزه نمیگیری؟ گفت نه. چند تا چیز ازش سوال کردم. گفتم بهش که خدای تبارک و تعالی دین را از تو نگرفت، خودت بودی که این هدیه الهی را قبول نکردی. خدا این هدیه را به داده بود که متدین بودی، خودت این هدیه را رد کردی. در یک وقتی که این آقا مبتلای فقر شد و مبتلای زندان شد، جای این که بیشتر متوجه خدای تبارک و تعالی بشه، توازن خودش را از دست داد، فکرش را از دست داد. خیال کرد که مثلا حالا که یک چند لیره ای که خدا ازش گرفته تمام دیگه، باید مثلا دنیا خلاص شده، باید تمام چیزها رو ترک بکنه. بعضی ها هستن برعکس، وقتی که خدای تبارک و تعالی امکانات بهشون میده، این امکانات را که خدا بهشون میده، اینها توازن خودشون را از دست میدن. فقیر بوده پولدار میشه، وقتی پولدار میشه مثلا مغرور میشه، متکبر میشه، دینش را از دست میده. روزی حضرت موسی علیه الصلاة والسلام از جایی رد میشد، خیلی مختصر تا بریم سر موضوع حضرت رضا علیه الصلاة والسلام، مشاهده فرمودند که یک شخصی در حفره‌ای خودش را پنهان کرده در زمین، یه مقداری از بدنش را در زمین پنهان کرده. چرا؟ چون که این انقدر فقیر بود که قدرت نداشت پارچه‌ای مثلا بخره که خودش را با این پارچه بپوشونه، ستر بکنه، با خاک خودش را ستر کرده. به حضرت گفت، گفت که از خدا بخواه که من از این حالت خارج بشم، این چه وضعی من دارم.
حضرت موسی هم از خدا خواست و خدا حضرت موسی خطاب فرمود که به مصلحتش هست همین جور باشه. حضرت موسی اصرار کرد و خدا هم گفت که استجابت کردیم، از این حالت خارجش کردیم. بعد حضرت موسی از اونجا دوباره داشت رد میشد، دید که اجتماعی هست، پرسید چیه؟ گفتن یه شخصی میخوان بکشن اعدامش بکنن. چرا میخوان بکشن اعدامش بکنن؟ حضرت نگاه کرد، همین شخصه. معلوم شد که خدا پولی بهش رسونده بود. این اولین کاری که کرده بود این بود که رفته بود با این پول شراب خورده بود، خریده بود، خورده بود، مست شده بود، در حال مستی این نفر آدمو کشته بود. حالا آوردن میخوان ازش قصاص بکنن. انسان باید این را در نظر داشته باشه که دنیا همیشه به یک حالت باقی نمیماند. یک اصطلاحی دارن بعضی از علما، میگن بقاء الحال من المحال، باقی موندن یک حالت از محالات هست. محال هست که یک حالت باقی بماند. این حالات فرق میکند. همیشه شما خود ما اگر در گذشته خودمون فکر بکنیم میبینیم که حالات مختلفی بوده و خدا دنیا را هم یک جوری خلق کرده که تمام خوبی های دنیایی را در یک شخص جمع نکرده. از خود انبیا گرفته، خوبی های دنیا جمع نشده بود درشون. خیلی از انبیا کشته شدن، خیلی هاشون فرار کردن، خیلی هاشون مورد استهزاء و مسخره بودن. بعضی از انبیا از نظر مثلا بدنی گاهی مریض بودن. آکذا خوبی های دنیا رو خدا در هیچ شخصی جمع نکرده. این یک. دو، هر انسانی را هم خدای تبارک و تعالی یک جوری مورد امتحان قرار میده. بعضی وقتا امتحان سالی یه بار، دو باره. لا يرون، در آیه شریفه، انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين، هر سال یک بار یا دو بار اینها امتحان میشن. گرچه حالا مصداق این آیه این بود که هر سال پیغمبر مجبور بودن برای دفاع از خودشون جنگی داشته باشن، این منافقین برایشون خیلی سخت بود که در این جنگ ها شرکت کنن، امتحان بود برای اونها. اما آیه عمومیت داره، هر انسانی مرتب امتحان میشه. در این حالت کسانی که بتوانن فکرشون، رفتارشون، عملشون را متوازن نگه بدارن، اگر کم شد یا زیاد شد تصرفشون خراب نشه، عملشون خراب نشه، این کسانی هستن که می توانند از این امتحانات سربلند خارج بشن. حضرت رضا سلام الله علیه یک زمانی در مدینه منوره بودن، خیلی در فشار شدید بودن در زمان هارون الرشید یا لا رشید لعنت الله علیه، خیلی در فشار بودن، به حدی که معروف هست که فرستاد یک مجموعه از شرطه خودش را، هارون، که خونه حضرت رضا را تفتیش کنن و هر چی در خونه حضرت هست مصادره بکنن. این هم ریختن منزل حضرت و در منزل حضرت خیلی از بانوان بودن. خود حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه 17 تا 18 تا دختر داشتن، اینها تمام در منزل بودن. به خاطر اینکه اکفاء نبود، کفعشون نبود، اینا در منزل بودند، ازدواج نکرده بودند، چون که اکفاءشون یا کشته شده بودن زمان هارون رشید یا فرار کرده بودن، کسی نبود. خب حضرت اینا رو در یک اتاق جمع کردند، بعد تمام چیزهایی که در اتاقهای مختلف بود مصادره کرد، میخواست داخل این اتاق بشه، حضرت رضا علیه السلام دم در اتاق وایسادن و خلاصه نذاشتنش داخل اتاق بشه. گفتن من هرچی هست میارم. علا کل حال به زنها گفتن هرچی طلا و زیور و حتی عباهاشون را هم گرفتن و دادن بهش، به حدی که در روایت داره که بعدن که نماز میخوندن یک عبا داشتن به نوبت نماز میخوندن. علا کل حال یک روزی اینجوری بود، وقت در سخت ترین فشارها هم بود،
یک روزی هم حضرت رضا علیه الصلاه و السلام ولی عهد بودن که مجبور بود که وزیر، یک وزیری بود به نام بله ذر آستین، این برای اینکه آینده خودش را قوی تر بکنه، خب حالا مثلا یه روزی خلیفه میمیره خلافت به ولی عهد میرسه، مجبور بود که مثلا بیاد پیش حضرت تمام اسناد و این چیزایی که داره بیاره به حضرت که حضرت امضا بکنن که فردا مثلا که خلیفه شدن این املاک و این چیزهایی که داره اینها در زمان مثلا خلافت حضرت باقی بمانه. وزیری که همه کاره بود مد پیش حضرت یه امضا از حضرت میخواست، حضرت هم براش امضا نکردن البته، چون که معلوم نیست، حالا در روایت نداره، اما اصولا خیلی هاش پولای حرام بوده، مصادره بوده، مال مردم بوده. عموما یه روز هم اینجوری بوده، یه روز در بدترین فشارها، یک روز هم از نظر ظاهری در ناز و نعمت. یک روزی حضرت معرض به این بودن که کشته بشن، یک روزی هم قدرت داشتن با یک کلمه هزارها نفر را به کشتن بدن. ببینیم که حضرت در کل این حالات رفتارشون یه رفتاره، هیچ فرق نکرده. اون روزی که در مدینه بودن احکام شرع را بیان میکردن، اون روزی هم که در مرو بودن که پایتخت بود، پایتخت موقت بنی عباس بود، اونجا هم احکام شرع بیان میکردن. در روزی که در مدینه بودن زندگی خیلی ساده ای داشتن، در روزی که ولی عهد بودن همون زندگی ساده رو داشتن، گرچه مأمون قصری در اختیار حضرت گذاشته بود، یعنی مجبور کرده بود حضرت را در اون قصر زندگی بکنن، اما در همون قصر که حضرت بودن خیلی خیلی ساده زندگی میکردن. در وقتی که حضرت در مدینه بودن امور شیعه را با اون مقداری که میتونستن با حال تقیه سر و سامان میدادن، در وقتی هم که در مرو بودن، چون که قصرشون، اون قصری که در اختیارشون بود پر جاسوس بود، تمام چیزها رو گزارش میدادن بر علیه حضرت به مأمون، در اون وقت هم ارتباط با شیعیان داشتن با همون در حالت تقیه. اون وقتی که در مدینه بودند غذاشون ساده بود، اون وقتی هم که در مرو بودن همینجور بود. در تمام حالات زندگی حضرت علیه السلام هیچ فرقی نداشت. در وقتی که اونجا بودن تا میتونستن نهی از منکر میکردن، در وقتی هم که در مرو بودن، یه روز حضرت کنار مأمون نشسته بودند، یک دزدی آوردن پیش مأمون. مأمون گفت که تو خجالت نمیکشی اموال مسلمین را میدزدی، مردم زحمت کشیدن، وقت صرف کردن، یه پولی جمع کردن، تو اینا رو میای خلاصه در یک دقیقه میای میدزدی و باید دست تو را قطع کرد. اون دزد گفت که تو حق نداری دست من را قطع بکنی. گفت چرا؟ گفت اولا تو دزد روز هستی، من دزد شب، اونم از روی اضطرار دزدی کردم. کسی که خودش دزده که نمیتونه حکم شرعی را، دزدی را بر کسی دیگه اجرا بکنه، چون که شرایط حاکم شرع این است که عادل باشه. اگر کسی عادل نبود حق ندارد که حاکم شرع باشه. تو در روز میلیون ها میدزدی، حالا من در شب چند فلس دزدیدم. مأمونم دید چی بگه به این، به حضرت خطاب کرد که چه میگی ابن رسول الله؟ حضرت فرمودن لله الحجت البالغه، اگر مطلبی داری دلیل داری رد بکن حرفش رو، تو چی میگی فایده نداره، دلیل قوی آورد، تام دلیل رو با دلیل باید رد بکنی. خیلی به مأمون برخورد. اون دزد گفت ثانیاً از شرط عدالتم که بگذریم، بنده حق ندارد بر آقای خودش حد جاری بکنه، چون که کسی که عبده نمیتونه بر مولای خودش حد جاری کنه و من مولای تو هستم، تو بنده من هستی. گفت چطور؟ گفت چون که مادر تو کنیز بود، مادرش، چون که مادر تو رو پدرت با پول مسلمین خرید و تصاحب کرد و منم یکی از مسلمین هستم،
من راضی نبودم که پدر تو با پولی که من جزء شریک هستم مادر تو را بخره. پس بنابراین این بیعی که بوده باطل بوده و تو که نتیجه این بیع و شرا بودی، تو ملک مسلمین هستی و من یکی از مسلمین، منم یکی از مولاهای تو هستم. این به حضرت خطاب کرد مأمون که چی میگی ابن رسول الله، چون که جوابی نداشت که بده. در موقف سختی هم واقع شده بود، چون که در ظاهرم مأمون خیلی سیاستمدار بود از نظر ظاهری، شیطنت داشت، خلاصه میخواست خودش را یک جوری جلوه بده که آدم بسیار خوب و منطقی و حالا کل حال یک کارایی هم کرده بود در این زمینه. حضرت گفتن لله الحجت البالغه، جواب داری جواب بده، حجتش خیلی قویه. سوم چهارم خلاصه چهار تا مطلب یا پنج تا مطلب این دوز گفت و هی مأمون به حضرت میگفت چی میگی ابن رسول الله. حضرت اون حرفی که دوز داشت میزد میگفتن حرف صحیحیه، تو جوابش را بده. اونم گیر کرد و میخواست خودش را از این معمع خلاص کنه، دستور داد که این دوزه را آزاد بکنن. خلاصه دوزه را آزاد کردن. البته دوز زمین حرفاش گفت، گفت من مضطر شدم، تو پولای مسلمین را خلاصه جمع کردی به ماها نمیرسونی، من از زور گشنگی مجبور شدم یه چیزی بدوزم، والا نمیخواستم بدوزم. و کسی که مضطره خلاصه حد برش جاری نمیشه. خب در این حالت حضرت رضا سلام الله علیه میتونستن که حالا مثلا مأمون را تایید بکنن یا توجیهی برای حرف مأمون بزنن یا حرفای اون دوز را رد بکنن مثلا یک جوری، اما این کار رو نکردن. حرف صحیحی زده؟ بله حرف صحیحی زده. در روایت داره که بعد از این قصه مأمون تصمیمش بر کشتن حضرت رضا بیشتر شد، چون خودش تصمیم گرفته بود حضرت را بکشه، تصمیمش بیشتر شد. در این حالت، در اون حالت فرق نکرده. اون نماز عید هم که یه بار گفتیم، نماز عید را حضرت خیلی ساده به جا آوردن، نه طمطراقی نه چیزی، با اینکه خیلی ارکان دولت آمده بودن، حضرت پا برهنه با لباس و عمامه سفید علی کل حال خارج شدن، بدون تشکیلات میخواستن برن نماز عید را بخونن. این مسئله را شما اگر در حیات حضرت رضا سلام الله علیه ببینید، ببینید خیلی واضح. البته در حیات همه ائمه همینجور هست، در حیات حضرت رضا علیه السلام هم خیلی واضح هست. مأمون خیلی طرق مختلفی را پیمود تا این که حضرت را بشکونه. اولین طریقه همین بود که اومد حضرت را ولی عهد قرار داد. حضرت قبول نکردن، تهدید کرد حضرت را بکشتن، که اگه قبول نکنی تو را میکشم. میخواست که حضرت بیاد جزء دستگاه حکومت بنی عباس بشه. وقتی جزء دستگاه حکومت بنی عباس شد، به خیال مأمون دیگه تمام جنایت هایی که میشه علی کل حال میبینن که مثلا خب حضرت هم شریکه، اون اعتباری که حضرت داره از بین خواهد رفت. الان بعضی از دولتی که، بعضی از دولت‌های مستبدی که یک حالت شیطنتی دارن، خیلی سیاستشون قوی هست، یکی از کارهایی که میکنن اینه که معارضه را، کسانی که با اونا معارضه هستن میان داخل دولت میکنن. در یک کشوری بودیم، وقتی رفته بودیم شخصی نقل کرد که فلانی وزیر اوقاف بود، گفت این آقا توی زندان بود، توی فلان مثلا حزب معارضه بود که جنگ مسلحانه با دولت داشت، از زندان درش آوردن وزیر اوقافش کردن فوراً، یعنی از داخل زندان که در حالی که محکوم ممکن بود به اعدام بشه آوردن وزیر اوقافش کردن. چرا که مردم بگن اینا هم که مثلا معارض بودن، قصه معارضه مبدعی نبوده، معارضشون سر مثلا ریاست بوده. خب میدونن این رئیس، میگن خب چرا این رئیس ما رئیس باشیم، باش معارض بودن و مثلا یه حرفایی میزدن، الان که توی دستگاه دولت اومدن خب مثل بقیه شدن. و همینجور هم از خیلی از دولت ها همین کار میکنن، سرسخت ترین دشمنای خودشون را مناصبی بهشون میدن تا اینکه اعتبارشون را از بین ببرن. خب اون که دنبال منصب بوده منصبی گیرش اومده، بعدش هم مردم هم میبینن که این آقام که مثلا مثل بقیه بود اعتبارش به تدریج از بین خواهد رفت. مأمون نسبت به حضرت رضا همین کار میخواست بکنه، دید که هر جوری مبارزه با اهل بیت هیچ فایده نداره، کشتنشون، زندانشون، تشریدشون فایده نداشت، گفت خب این روش را هم ما بیاییم انجام بدیم. در این روش دید که به نتیجه نرسید، چون که حضرت
همون اسلوبی که سابقا داشتن الان هم دارن. اولا شرط کردن که در هیچ کاری دخالت نکنن، با این شرط کم کم برای مردم معلوم شد که حضرت هیچ کاره هستن در این حکومت، مجبور بودن که این کار را کردن و در هیچ جنایتی از جنایات این حکومت شریک نیستن، چون که در هیچ مسئله‌ای حضرت دخالت نمی کنن. دید این روش فاشل شد، نتیجه نداره. یکی از کارهایی که کرد این بود که مناظرات درست کرد، جمع کرد مختلف علما و سخنورای مذاهب مختلف، چون که یکی از کارهایی که بنی عباس کردن از زمان خود منصور عباسی شروع شد، برای اینکه خط اهل بیت را علیهم السلام از بین ببرند، این بود که عالم اسلامی رو شلوغ پلوغ کردن، افکاری از یونان آوردن، از هند آوردن، از این طرف آوردن، از اون طرف آوردن، پول میدادن به این اشخاص، اون کتابها رو ترجمه کردن و مدارس براشون رو انداختن، در هر قصه ای در هر مسئله یک نزاع را انداختن، بحث و گفتگو اینها تا حقیقت گم بشه. همین کاری که 15 سال قبل یکی از غربی ها پیشنهاد کرده بود برای اینکه معلومات را خلاصه بر مردم جهان گم بکنیم، خیلی قاطی پاتی بکنیم مسائل را. الان بهش میگن که ثورت المعلوماتیه به اصطلاح عربی، انقلاب معلوماتی. یعنی انقدر معلومات در این دنیا مثل بمبارون دارن میکنن دنیا را با موازیع مختلف، راست و دروغ و همه چیزا قاطی شده که حقیقت در این بین خیلی وقت گم میشه. روزی میلیون ها معلومات توسط خبرگزاری و غیر خبرگزاری اینها در دنیا پخش میشه، راست و دروغ و حقیقت و غیر حقیقت. این کار عملی کردن که حقیقت تو بین گم بشه، چون که حقیقت یه چیز واضحیه. شما وقتی یه جایی میرید یه چیزی رو میخواید، مثلا اگر یک زمین خیلی صافی هست، در این زمین صاف یک فرض کنید که در این زمین یک قلم هست، شما این قلم رو فوراً پیدا میکنید. اما اگر هزار تا چیز قاطی پاتی باشه آدم میخواد پیداش بکنه خیلی مشکل میشه. این منصور عباسی شروع کرد شلوغ پلوغ کردن مسائل فکری و عقائدی و اینها که خلاصه برای حقیقت اهل بیت گم بشه در این وسط. مأمون هم همین کار را کرد، جمع کرد علما از یونان، از غیر یونان، نصارا، مسیحیین، یهود، مجوس، نمیدونم، خلاصه از هند آورد، اشخاصی که خیلی صحبت میکردن، در حجت قوی بودن. هر روز مناظره که خلاصه یک جایی حضرت را هم مجبور میکرد که در این مناظره شرکت بکنه. یا ابن رسول الله، خلاصه اینا گروه های ملحد هستن، فلان هستن، با این ظاهر که شما بیایید از دین جدتون دفاع کنید مثلا، که در یک جایی حضرت کم بیارن اینم بگیره تو بوق کرنا بکنه که حضرت رضا اینجوری فلان مسئله رو جواب نمیداد، نتونست بده فلان قصه رو، نتونست انجام بده. همین کاری که بعدا نسبت به حضرت جواد علیه السلام انجام دادن. حضرت 9 ساله بودن، بغداد آوردن حضرت را بعد از شهادت حضرت رضا، به زور حضرت را بغداد آورد مأمون و خدمت شما عرض شد که مجلسی ترتیب داد، شاید مجلسش چند روز طول کشید، مثلا 10 روز بیشتر، 30,000 مسئله از حضرت جواد در یک مجلس. یک مجلس یعنی نه یک روز، یعنی یک مثلا فرض کنید یک کنفرانس مثل الان که ممکن از این کنفرانس چند روز طول بکشه، هی از حضرت سوال میکردن که در یک جا حضرت گیر بکنه، میگن ها ببینید که اینا میگن که اینا مربوط به خدا هستن، اینجا هم دروغشون مثلا کشف شد. علی کل حال نسبت به حضرت رضا هم همین کار کرد، همینجور جمع کرد این افراد مختلف رو، موفق نشد بلکه به ضررش تمام شد و به نفع حضرت و مذهب حق تمام شد. چرا؟ چون که اینا تماما در مقابل حضرت خاضع بودن، مناقشه میکردن، شکست میخوردن، در ملأ عام بود. اینم خیلی برای مأمون سخت گذشت. راه دیگر پیش گرفت، راه مسخره، و والا که مثلا فایده نداره از راه حجت، هرچی منطق و صحبت و ایناس حضرت بر همه اینها غالب میشن، راه مسخره رو گرفت که حضرت رضا رو مثلا مسخره بکنن، چون که این آخرین راهیست. انسان عاقل مقابل مسخره نمیتونه کاری بکنه، مقابل منطق میشه کار کرد، اون یک حرفی میزنه، ما با حرف صحیح جوابش را بگیم. اما اگر یک مجموعه اوباش مثلا جمع بشن یک شخص عاقلی را مسخره بکنن، چی جوابشون را بده؟ اونم مسخرهشون بکنه، خب مثل خودشون میشه مثلا.
اون جوکی بگن بر علیهش بخندن، خودش هم جوک بگه بر علیهشون بخنده بهشون، مثل اونا میشه. خلاصه ساکت بشه، خب اینا با سر و صدا و نمیدونم بوق و کرنا این مسخره رو زیادتر میکنن، مردم رو از این شخص دور میکنن. لذا مسخره، کسی که مسخره میشه، یک روش صحیح مقابل مسخره اینه که سکوت بکنه. همین مسئله که معروف است، میگن جواب ابلهان خاموشی هست، اینم خلاصه یک روش صحیحه، چون که مسخره جواب نداره. خیلی وقتا هم هست کارگر میشه وقتی بر علیه شخصی مسخره بکنن، مثلا استهزابش بکنن، خیلی از مردم هم تو این قصه میفتن. گفت این روش رو نسبت به حضرت انجام بدیم، حضرت رو مسخره بکنیم که مردم رو از حضرت دور نگه بداریم. خلاصه یک شخصی آوردن، از مرتازین بود، ساحر بود، سفره‌ای ترتیب دادن، نهار و یا شام، ظاهرا نهار بوده. حضرت اونجا نشسته بودن، بسم الله گفتن، خواستن نونی بردارن، اون یه سحری کرد و خلاصه دست حضرت به اون نون نرسید. یه عده هم آماده بودن از قبل، قه 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 مشغول خندیدن شدن، چون خیلی وقتا ممکن است که یه قصه‌ای وقتی جو براش درست بشه بگیره. یه چند نفر آماده هم کرده بود که اینا بخندن به حضرت. خب دوباره حضرت دستشون دراز کردن که یک نون دیگه بردارن، اونم یک کاری کرد، دست حضرت به نون نرسید. در روایت داره یک سحری خوند که نون رفت بالا، که خلاصه دست حضرت به نون نرسه. دوباره هم این عده پاشدن بخندن و بقیه مردم خندیدن. حضرت دوتا شیر، عکس شیر بود، اشاره کردن، گفتن یا اسد الله خذ عدو الله. شیر هم خب دیگه به قدرت خدای تبارک و تعالی این عکس تبدیل به یک شیر حقیقی شد. خدا هم قادر بر همه چیز هست. این شیر اومد این شخص را خورد، حتی در روایت داره یک قطره از خونش در زمین نیفتاد. بعد حضرت دوباره بهش اشاره کردن، برگشت به همون صورتی که عکس بود. این معجزه هم از قدرت خدا بعید نیست. بعضی هم میگن چطور میشه مثلا این عکس بیاد حیوان حقیقی بشه، مثلا ممکنه، ممکن نیست. خلاصه خدا وقتی بخواد قدرت داره. چطور خدا یک انسان را خلق کرده، ماها که انسان هستیم، خدا ما را خلق کرده با قدرت خودش، و این چیز را هم خدا با قدرت خودش انجام داده، کرامتی برای اولیاء خودش قرار داده. خب مجلس به هم خورد و بعضیا فرار کردن و بعضیا علی کل حال غش کردن، و مأمون از کسانی بود که غش کرده بود و خودشو کثیف کرده بود. و بعد که شیر برگشت به اون نقشی که داشت، اون نقشه‌ای که بود، یعنی اون عکسی که بود، مأمون از حضرت خواهش کرد که برگردون این را، این خیلی مهمه. حضرت فرمودن که اگر عصاهای حضرت موسی، اون مارهای سحری که درست کرده بود، سحره فرعون برمیگردوندند، این شیر هم اون ساحر را برمیگردوند. و چون که اون عصاها را، خلاصه اون چیزایی که سحر کرده بودن، عصای حضرت موسی بر نگردوند، اون مارها را، این را هم بر نخواهد گشت. از راه مسخره هم شکست خورد، خواست حضرت مسخره بکنه، اتفاقا تبدیل شد به یک فضیلتی از فضائل حضرت، تا اینکه تصمیم گرفت حضرت را بکشه در قضیه معروفه. حالا مقصود اینه که حضرت علیه السلام، شما زندگیشون را که ببینید، میبینید که در تمام حیاتشون یک جور بودن، فرق نمی کرد. حالا یک روز بوق و کرنا باشه، یک روزم از نظر شرطه و دولت در مزیقه باشن، فرق نکردن. روزی که در مشکله بودن و روزی که در راحتی بودن. ما هم این وظیفه رو داریم که یه وقتی کمی یا زیادی در زندگیمون شد، که میشه، بر هر انسانی پیش میاد، اون توازن خودمون را حفظ بکنیم، ببینیم که چی مورد رضایت خدای تبارک و تعالی است، اون را انجام بدیم. اگر یه روزی من فقیر بودم، حالا پولدار شدم، مورد احترام مردم شدم، مثلا یک عده ای از فقرا اومدن علا کل حال اطراف من به خاطر اینکه یک چیزی از من گیرشون بیاد، اون وقت باید حالتم با حالت وقتی که فقیر بودم فرق نکنه.
بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. هر انسانی خودش رو میشناسه، ولو هر چی عذرم بخواد بیاره. خلاصه این فکر را بکنه که خلاصه یه روزی هم من مثل اینا بودم، یا ممکن است یه روزی مثل اینا بشم. حالا این اومده تقاضای کمک از من میکنه، یا بهش بدم، یا اگر میخوام ردش بکنم بلتهی احسن ردش بکنم. یه روزی من جاهل بودم، حالا عالم شدم مثلا، باید حالتم فرق نکنه، بلکه باید بهتر بشه، چون که انسانی که جاهله ممکن است که یک چیزای ندونه انجام نده، وقتی عالم شد اون چیزها را میدونه، باید بهش عمل بکنه. اگر یک وقتی من در قدرت نبودم و یه وقتی قدرتمند شدم، پستی مقامی دست من اومد، نباید فرق بکنه، باید همون جور باشه. حضرت امیر علیه الصلاة و السلام در کوفه بودند در زمستان، لباس کم پوشیده بودند، داشتن از سرما میلرزیدند، چون که سرمای عراق هم سرمای خیلی بدی هست، ممکنه درجه حرارت از اینجاها کمتر باشه، اما نمیدونم چجوریه که آدم بیشتر احساس سرما میکنه اونجا، به استخون میزنه به اصطلاح خودشون سرماش. این حضرت دارن از سرما میلرزن، و حضرت گفت یا امیرالمومنین خلاصه کمی لباستون را زمستونی بکنید، لباس خلاصه عادی پوشیدید. حضرت فرمودن که من وقتی که از مدینه آمدم با همین پیراهن آمدم، و اگر من از شما خارج بشم در حالی که یک پیراهن دیگه ای داشته باشم غیر این پیراهن، انی اذن لخائن، من خیانت کردم به اموال مسلمین. حالا با اینکه خود حضرت خیلی اموال داشتند، خودشون ملک شخصی خودشون، وقتی که 25 سال از خلافت دور بودند، مشغول یکی از کارهای حضرت این بود که چاه میکندن، زراعت میکردن، 100,000 درخت خرما حضرت زرع کرده بودند، ملک خودشون بود، همه اینا رو بر فقرا توزیع میکردن. خلاصه وقتی هم که خلیفه بود همون جور بود، وقتی هم که از خلافت دور بود همون جور بود، وقتی هم که با پیغمبر بود همون جور بود. ما اگر بخوایم که واقعا مورد رضایت خدا باشیم، باید ببینیم که چی خدا گفته، اونو عمل بکنیم. اون چیزی که خدا گفته در حالات مختلف که فرق نمیکنه. یعنی خدا از ما نماز خواسته، اونم به خاطر خودمون، والله خودش احتیاج به نماز ما نداره. حالا اگر من یه روزی فقیر بودم این نماز رو باید بخونم، یه روزی پولدار بودم باید نماز رو بخونم، یه روزی عالم بودم باید نماز رو بخونم، یه روزی جاهل بودم باید نماز رو بخونم، یه روزی حاکم بودم باید نماز رو بخونم، یه روزی محکوم بودم باید نماز رو بخونم. علی کل حال این نماز رو باید خون، کذلک بقیه احکام الهی همین جوره، در تمام حالات یکیه، فرق نداره. این ما هستیم که فرق میکنیم، میگیم که مثلا در این حالت خیلی مناسب شأن ما نیست، گفتیم آیا این واجبه یا مستحبه یا نه. اگه واجبه یا مستحبه مناسب شأن هست، بلکه انسان افتخار باید بکنه که این واجب یا مستحب رو انجام میده. علی کل حال این اگر در خود ما تلقین کردیم، کم کم هم درست میشه، چون که نفس انسان قابلیت داره که درست بشه، بر همه جور قابلیت داره. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، بذر خوب و بذر بد در انسان هست، فقط انسان باید این بذرها رو پرورش بده، بذر خوب رو پرورش بده خودش، یا بذر بد رو پرورش بده. انسان کم کم خودش را در این حالت عادت بده که این چیزی که خدا ازش خواسته در تمام حالات حفظ بکنه. از کوچیکم شروع میشه این کار را. انسان اگر کرد، وقتی در امتحانهای بزرگ واقع میشه شکست نمیخوره در اون امتحانهای بزرگ. شمر لعنت الله علیه یکی از اصحاب حضرت امیر بود و در جنگ صفین هم با حضرت شرکت کرده بود، و در جنگ صفین در رکاب حضرت زخمی هم شده بود، و این زخم تا آخر عمرش باقی مونده بود، اثرش روز عاشورا، اون اثری که از جنگی که در رکاب حضرت بوده بود اون زخم. خب این آقا وقتی قصه تحکیم پیش اومد از خوارج شد، بر علی حضرت امیر قیام کرد، و نتیجهش این شد این شخصی که در رکاب حضرت امیر شمشیر زده و زخمی شده، این قاتل امام حسین علیه الصلاة والسلام بشه. کی گفت که ما هم مثل شمر نباشیم؟ اگر خودمون را، نفس خودمون را تربیت نکنیم، توازن خودمون را در حالات مختلف حفظ نکنیم، ما
ممکنه بگیم خب الحمدلله الان آدم خوبی هستیم، اما آدم ضامن آینده نیست. اون روزی هم که شمر در رکاب حضرت امیر بود، در ظاهر آدم خوبی بود، در رکاب حضرت هم بود، زخمی هم شده بود، خلاصه در رکاب حضرت. امیدواریم که خدای تبارک و تعالی به همه ما و شما توفیق بده که اون چیزی که خودش خواسته در تمام حالات اون رو تطبیق بکنیم، نفس خودمون را هم بر این تربیت بکنیم. امیدواریم که خدای تبارک و تعالی به برکت حضرت رضا سلام الله علیه ما را موفق بر این کار قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.